در نشست واشنگتن 8 پنل مختلف به سوالات از جمله اینکه آیا جنگ در کشورهای اسلامی در حال پایان گرفتن است و یا شدت یافتن و آیا آمریکا از یک ایران اتمی و عواقب منطقه‌ای آن جلوگیری خواهد کرد و آیا کشورهای خاورمیانه در حال سقوطند و اصولا شانس ثبات در دنیای اسلامی چه خواهد بود پاسخ گفتند. مذاکرات اتمی با ایران و تصویب طرح جدید دو حزبی الزام ارجاع توافق نهایی اتمی با ایران به کنگره نیز مورد بحث قرار گرفت. راس لتینی نماینده و رئیس جمهوری خواه کمیته فرعی مجلس نمایندگان و تد دویچ نماینده ارشد دموکرات در این نشست از تصویب طرح سنا حمایت کردند. آقای دویچ گفت وقتی نمایندگان کشورهای مانند نیجریه و مالزی و ونزوئلا حق دارند در شورای امنیت در مورد لغو تحریم‌ها علیه ایران رأی بدهند، قطعاً باید اعضای کنگره آمریکا در مورد توافق رأی بدهند. دیروز با رهبری و تلاش سناتور کورکر و همکاری سناتورها کاردن و منندس توانستند طرحی را نهایی و تصویب کنند که تایید کرد. کنگره حق این را دارد و باید داشته باشد که در مورد توافق دخیل باشد. خانم لتینین با انتقاد از رئیس جمهوری آمریکا گفت او موضعش را از یک سال پیش تغییر داده و اکنون وقتی پای لغو تحریم‌ها به میان آمده می‌گوید فعالیت‌های تروریستی و موشکی ایران مطرح نیست. حالا اونقدر از قوت توافق کم کرده که من انتظار دارم ایران کاملا توافق را بپذیرد. شرایط آنقدر برای ایران تسهیل شده که حماقت است اگر ایران آن را نپذیرد. تهران به تحقیقات اتمی ادامه می‌دهد، حتی در مورد پارچین ابدا حرفی نمی‌زند. فوردو به عنوان تحقیقات به کار و فعالیت ادامه می‌دهد. میشل فلورنوی معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست در حاشیه نشست در گفتگو با صدای آمریکا در پاسخ این سوال که آیا یک توافق اتمی رهبران ایران را وادار به تغییر روش در منطقه خواهد کرد یا نه، گفت برای ارزیابی تاثیر آن باید منتظر رؤوس طرح نهایی توافق شد. آنچه من در انتظار دانستن آن هستم این است که آیا توافق طول مدت دستیابی ایران به سلاح اتمی را به طور عمده افزایش خواهد داد؟ آیا به طور چشمگیری اعتماد به نفس ما را به آگاه شدن از زمان دستیابی افزایش می‌دهد؟ من شخصا باور ندارم که باید انتظار داشته باشیم این توافق ماهیت رژیم تهران و یا رفتار آنها و یا حمایتشان را از تروریسم و از عواملشان در منطقه و دیگر مناطق تغییر دهد. معاون پیشین پنتاگون افزود رژیم تهران از نمایندگان و مشاوران خود در خاورمیانه برای بی‌ثبات‌سازی و ایجاد ناآرامی میان جوامع شیعه و برخی کشورهای سنی استفاده می‌کند و با بهره‌برداری از گروه‌ها و شبه نظامیان برای ایجاد تشنج چه در بحرین و یمن و یا در لبنان و دیگر مناطق می‌کوشد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.